نام خدا. سلام، سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه تهران و بینندگان خوب و صمیمی و سائی و دوست داشتنی استودیوی سیار در تابستان 80. به اتفاق آقای دکتر مهندس پروفسور صقر طلا و سیاه باز خجالت در خدمت شما هستیم. انشالله که با میهمان این برنامه بتونیم اونطور که شایسته است انجام وظیفه کنیم. اما میهمان این هفته ما جوان عزیز و ارجمندی است و خواهش میکنیم که تو با خودتون معرفی کنیم. به نام خدا، من علی زین العابدین زاده هستم، برگزیده 13 دوره جشنواره خوارزمی. شاید کن اینه به من نگفته بودن اجازه بده که ایشون برگزیده جشنواره خوارزمی گفتن. مهمونمون فوتبالیسته. خب آقای علی آقا، قربون شکل مایتون برم، شما راجب این جشنواره خوارزمی ما دوتا رو توجیه بفرمید. من نه البته آقا جان، من بلدم. یعنی تو میدونی چیه؟ با جشنواره خوارزمی دیگه همه میدونم. فکر کنم جشنواره خوارزمی یک جشنواره هستش که امسال 14 دورش هم برگزار شد. بعد 14 دوره جشنواره خوارزمی امسال برگزار شد. بله، جشنواره خوارزمی میشه گفتش که نقطه مقابل المپیادهای علمی کشور هستن. المپیادهای علمی کشور در زمینه تئوری در کشور کار میکنن و جشنواره خوارزمی در زمینه ثبت اختراعات و ابداعات هستش. یعنی تمام جوانها یا تمام افرادی که در ایران هر شرایط سنی داشته باشن. البته الان جشنواره خوارزمی به دو قسمت، جشنواره جوان خوارزمی و جشنواره خوارزمی تقسیم شده. به دو بخش میشه، یعنی سه بخش میشه خوارزمی. بله شما تو آب پاش خونده این همه این آره این طوره آب پاش. خب از تو الان که دوتا سالا خب الان دو قسمت. بله. خب قسمت اول چیه؟ برای افراد جوان هستش که در سطح کشور برگزار میشه، که این کار از 13 دوره جشنواره، یعنی از سال پیش این کار آغاز شد که جشنواره یعنی به دو قسمت تقسیم شده. بله. و یکی مختص جوانان هستش و گروه سنی اونها، و یکی مختص به میشه گفتش که افراد با شرط سنیشو دقیقا نمیتونم بگم، یا 25 سال هستش یا 22 سال. شما تو کدوم شرکت کردین؟ من توی سن ندم اینجا ببرم. من توی جوان. داری کلا، یعنی خب. زیر 20 سال. من چرا گفتم که خود جناب آقای علی آقای زین العابدین زاده خودشون توضیح بدن. شاید جناب آقای دکتر پروفسور مهندس صقر‌سیاه بفرمایید عزیزانی باشند که ندونن که اصلا فلسفه جشنواره خوارزمی چی هست. درسته. اطلاعات کامل و جامع رو از زبان جوان عزیز و موفق کشورمون شنیدیم. شما بفرمایید در این جشنواره حضورتون برای چی بود؟ چه کاری کرده بود؟ من طرحی رو داشتم با یکی از دوستان به نام آقای پوریا خانی. طرح ما اسمش بود شگفتی های کشش سطحی. شگفتی های کشش سطحی. شما شگفتی های کشش چشمی و این چیزا ندارید اونجا؟ اینه برش اونا خودم اختراع کردم های جاویدنیا. حالا گفتم شاید اگه ناقصی داشته باشی کاملت کنه. شما چرا دنبال این چیزا چرا میگردین؟ شگفتی های چشمی. توضیح بده علی جان. طرح ما به این صورت بودش که ما ابتدا اومدیم یک موردی هستش در مورد کشش سطحی، یک مبحثی هستش در کتاب فیزیک دانشگاهی. ما اومدیم با کمک دوستم پوریا این قسمت رو یک مقدار تصحیح کردیم. در اون کتاب یک آزمایش رو توضیح داده بود و طبق آزمایش یک میشه گفت نتایج آزمایش رو شرح داده بود. ما اومدیم اثبات کردیم که اونها ناقص هستش و طور تعریف کاملی نیستش و به صورت استثناء هستش. و ما اومدیم میشه گفتش که مبحث کلی رو در این کتاب گفتیم و روی همین موضوع کار کردیم تا اونجایی که با کمک همین صابون معمولی که همه امروزه باش دست میشورن، ظرف میشورن، با همین صابون معمولی اومدیم کوتاه‌ترین مسیر بین چند تا نقطه رو به دست آوردیم. اومدیم کار زیادی کردیم، محکم‌ترین چادرهای نظامی رو باهاش طراحی کردیم. با صابون؟ بله. صابونا رو چندین رو هم دیگه نه با حباب صابون. بابا مشکل شد. من ببینی آخه
یعنی حبابا رو دونه دونه حباب درست کردین دونه دیگه چی چی. بله با همین ها رو نگاه کردین، یعنی با نگاه کردن به اینها میتونم بگم همینطوری خیلی راحت وسیله خاص نه خوب. ما با نگاه کردن به با این حباب ها و با اصل های علمی که تا الان دانشمندان ما اثبات کردن نتایج رو گرفتیم. یکی از اساس کارم این بودش که ما به سراغ حباب صابون رفتیم. هر کسی که در دنیا نظریه ای میده بعد از چند وقت یک نظریه روش میاد. درست. ما اومدیم خواستیم یک کاری بکنیم که دیرتر حداقل روش بیاد. اومدیم از نظم بشر الهام گرفتیم، گفتیم در بشر همه چیز پایدارترین نوع هستش و همه چیز در پایدارترین حالت هستش و ما اومدیم طبق اون اصل حباب‌های صابون رو نگاه کردیم که چرا اینطوری کنار هم دیگه قرار میگیرن، چرا این حباب‌ها کنار هم هست. مثلا چیز جالب من به علت کشش سطحی که دارن اینها کنار هم دیگه قرار میگیرن. از مسائل جالبش هم همین هستش که تمام سطوحی که در حباب‌های صابون هستن تمام زوایایشون 120 درجه است، با اینکه در ظاهر شما اینو نمی‌بینید. یا مثلا سلول‌های بدن هم مثل این حباب‌ها هستن، مثلا کروی وقتی که کنار هم دیگه قرار میگیرن کاملا مطابق حباب‌های صابون هستن. از نظر زوایا کلا شما میتونید اگه اثبات کنید چرا حباب‌های صابون به این صورت قرار میگیرن اثبات میکنیم که چرا سلول‌های بدن به این صورت قرار گرفتن، همون کاری که ما کردیم، یعنی اسکلت دیاتوم‌ها رو حتی یا استخون‌های بدن رو تلاشو اجازه من برم بیرون بابا مزیکل حاضر آخه من نمی‌فهمم خیلی از این چیزا را. شما یک صحبتی رو مطرح کردی و بله. اون این بود که گفتیم فرضیه‌هایی رو که بعدها کسی میخواد بهش برسه شما زودتر بهش برسید. بله. درست عزیزم. بله. نواقصی هایی وجود داشته که شما تونستید اون نواقص رو به هر حال با دوستتون اون نواقص رو برطرف. بله. درسته. بله. شما به عنوان یک جوان تحصیل کرده خودجوش در این مملکت استادی که نداشتید که استاد خاصی هم نه استاد راهنما، ولی پدرم میشه استاد چون معلم فیزیک هستش استاد راهنما هم بودن. پس اولین معلم و راهنما پدر بوده. بله. خب یعنی دائم به شما گفتن؟ نه اصلا بقیه شو خود شما. اگر من از پدرم سوالی نکنم به هیچ عنوان اون اصلا نمیاد من بگه سوالی داری یا نداری. یعنی چقدر واقعا به فکر بچشونن علی جان حالا شما در مورد اون نواقص این چیزی که صحبت کردی. بله. ببینید قبل از اینکه ما کارمون رو شروع کنیم یه 20 دقیقه حدود نیم ساعتی با هم دیگه اینجا صحبت می‌کردیم. بله. شما فکر می‌کنید ایشون نقصی چیزی داره که اون نقصا رو در مورد ایشون ما برطرف کنیم؟ اجازه بده. و راحت شیم اجازه بده. قناص بدیم. اولا با توریا جونشون هم باشن دو تای با هم. دومن شما این وسط چیکاره حالا؟ من می‌بینم یه نفری زورش می‌رسه عیب و نقص تو رو برطرف. دیگه در آینده نقص منو از بین بردی یه مدال خودم برمی‌دارم. آقا شما می‌تونی یه کاری بکنی که این چشاش اینجوری نشه. جاوید نیا جان من که نوع کرده تو چرا با من چفاف زده؟ جاوید نیا ببین یه سه شماره کار داره بگم نه خوده دم اینکنم منو نه آخه دو سه روز دزم چی منو ببخشی